صبح که برم سر کار دیگه چهار نفر اومدن که یه برگه داد که تو باید دیپورت شی. لایپزیگ من مثلا با موتور بردن 8 ساعت چند ساعت با موتور بودم تا رسید مونشن بعد ما رو برد داخل فرودگاه همونجا شیشتیم تا ساعت 10 یا چند تا دیگه نمود 11 نفر شدیم بعد از اونجا دیپورت کردن. وقتی که مرا روان میکردن دیپورت میکردن مرا صبح زود گرفتن آوردن در بندیخانه باز یک نفر او الکی پیش من اومد که شما افغانی ها میاید اینجا دنبال اشترس میگردین کورپا فلتسون میکنید فرگوالتیگون میکنید زیاد که گفت من کلمه خراب شد کلمه زدم در دیوار گفتم این درست نیست فکر میکنی همه یک رقم هست. باز از اونجا باز ساعت ده شد پرواز کرد 9 ساعت و نیم در هواپیما بودیم از هواپیما که بالا سر کردم توی تلویزیون همش دیده بودیم که آدم ها رو میکشه ترس به بدنم آمد که او اینجا کجاست. باز اینجا رسیدم با ترس و لرز که کجا برم پیش کی برم اینجا تا حالا کابل هم که ندیدم متولد ایران بودم. خود آلمان هم گفته بوده من در ایران تولد شدم من افغانستان کسی را ندارم من خودم هم نمیفهمم مشکل من همیه هنوز هم دارم حسرت میخورم که چرا بخاطر چی من روان کردم. کل فامیلای ما آشنای ما کلش در ایران است. آقای من که بود خود بده رفته ایران سفارت ها کلش رفتم که میگه باید چیز داشته بشه نه اول باید پاسپورت تذکره داشته بشه پاسپورت بدم بعد از ویزا. Ich bin mit 17 nach Deutschland gekommen. Ja, also 8 Jahre habe ich dort gewohnt, gelebt, dort in die Schule gegangen. War ich in Nürnberg. Und dann einfach so abgeschoben, ohne Grund. Keine Ahnung, was der Grund war. سه سال نیم میشد که آلمان رفتم زندگی میکردم شهر لایپزیگ روستای گوندسدورف یه سال میشد که کار میکردم بعد دو سال و خورده یه میشد که مثلا فوتبال بازی میکردم همون شهر گوندسدورف. Ich habe eine Freundin, mit der bin ich also fast 8 Jahre. Also wir haben eine Beziehung bis jetzt gerade. Sie unterstützt mich immer noch von dort. نمیخواستم به زور آروسی یا ای که به زور قبولی خدا بگیرم. گفتم میگیرم و میرقم برای خدا میگیرم. روز اول آمدیم داخل میدان هوایی چون اونجا خارجی ها بوده از ایو اونجا بودن اقه بالا پایین میشدن بعد از اون ما که هتل رسیدیم دیگه هیچ کدامشان رو ندیدیم. یه 14 روز داخل هتل بودیم باز هتل یار چیز کردیم میگم چند روز دیگه بگی چیز ما رو بان اینجا باشیم فامیل اینا هیچی نداریم پیسه هم نداریم میگه مشکل ما نیست حال اینجا سفارت هیچی چیز یک دفتر آلمانی نیست که آدم بره شکایت کنه. روز مثلا از هتل که آمدیم یک روز دو روز چیزا بودیم خیابان میابونا بودیم باز رفتم یه دونه گوشی داشتم من برو 9000 سودا کردم باز رفتم یک اتاق گرفتم مای 4000 کابل همراه یک دوستم است قاسم در یک اتاق هستیم در کوته سنگی یک اتاق خرد داریم فقط برای مرد هست موصلین هم اونجا دیگه زن ها اونقدر اجازه ندارم بیاین اینجا معلوم هست که نمیدونم دیگه ما که از خانه بیرون نمیم از ترس که چیز نشه ساعت 3 که میشه داخل خانه دیگه بیرون نمیدونم که چیز نشنه اینجا انتحاری زیاد است حالا میترسن همه در پالوی همو هتلی که ما زندگی میکردیم اونجا دو دفعه چی شد انتحاری شد اگه اشکن اینفخ نیش یه لبن ایت ایس شویر اگه دی موسن اوخ هی هیر کومن و این تک هیر سو لبن و دی موسن زلبا میت ایگن اوگن زین Thank you.